به نظرتون آینده صنعت خودرو داره به کدوم سمت میره؟ الان شما دارین موتورهای سه سیلندر رو توسعه میدین. خیلی ها میگن که الان باید ایران خودرو خودروی برقی و هیبریدی توسعه بده. به نظرتون آینده خودروها متعلق به چه موتورهایی هست؟ ببینید، واقعیتش اینه که من اعتقاد دارم آینده خودرو تو همه اقلیما یکی نیست. همینجوری که همین الان اگر ما نگاه بکنیم، ترندی که مثلا تو امریکا داره میره با ترندی که داره تو ژاپن میره کاملا دو تا ترند متفاوته. کاری ندارم امکان داره OEM اروپایی ترند آمریکا رو برای بازار آمریکا رعایت میکنه، ولی برای بازار خودش چیز دیگه‌ای رو توسعه میده. ما تو ایران اعتقاد داریم با توجه به زیرساخت گاز طبیعی که داریم، باید یه مقدار اینو پررنگ‌تر باز بهش نگاه کنیم. موتورهایی با راندمان بالاتر تو گاز طبیعی با مشکلات کمتر توسعه بدیم. از اون رو پلتفرممون هم رو گاز طبیعی کار بهتری بکنیم. مخزن رو ببریم جایی که فضای کمتری اشغال کنه، مخزن نسل جدید سبک‌تر استفاده کنه. این توی کوتاه مدت برداشت. تو بلند مدت‌تر ما اعتقاد داریم دورگه همین طرحی که من تو هیبریدی اینا چیزاییه که میتونه جایگاه خودش رو باز کنه. هنوز زیرساخت برق واقعا وجود نداره. هنوز نه تنها توی توزیع شبکه برق ما مشکل داریم، همین الان هم تو تابستون اینا مشکل داریم. داریم مازوت بعضی موقع میسوزونیم که اونم خودش راندمان رو باز میندازه، CO2 بیشتری تولید میکنه، آلودگی بیشتری تولید میکنه. و از اون سمت ما حتی زیرساخت توسعه اجزای خودرو برقی هم نداریم. یکی از مهمتریناش باتری، هنوز این منحصر تو جاست و از اونور منابع طبیعیش هم نداریم. و تو بلند مدت من اعتقاد دارم با توجه به چیزی که ما داریم رصد میکنیم، هیدروژنی، حالا چه به صورت فیول سل چه به صورت احتراق هیدروژنی، به خصوص تو خودروهای نیمه سنگین و سنگین داره جایگاه بیشتری پیدا میکنه. الان اگه شما اخبار، نه اخبار مدیا به عنوان اون چیزی که شاید برای عوام ارائه میشه، اون چیزی که در حوزه متخصصین تو کنفرانس ها شما حتما هستید میبینید، هیدروژن جایگاه خیلی بالاتری پیدا کرده. امسال ما نشست خاص هیدروژن هم گذاشتیم، مقالات زیادی تو این زمینه ارائه شده. ما هم با عنوان ایبکو کار هیدروژن شروع کردیم، نه تنها خودمون، با یعنی الان شما توی مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو کار روی سوخت هیدروژن شروع کردین، کاربرد سوخت هیدروژن شروع کردیم، یعنی موتوری که بتونه تطبیق داشته باشه با سوخت هیدروژن شروع کردیم. تو فاز مطالعاتی هستیم، هنوز چیز نیمه صنعتی حتی نداریم، ولی ان شاء الله برای دو سال دیگه اگر عمر باقی باشه شما نمونه نیمه صنعتی اون محصول رو هم خواهید دید اینجا. که ما فکر می‌کنیم برای بازار ایران با توجه که ما سوخت سی ان جی داشتیم، زیر ساخت سی ان جی هیدروژن خیلی به هم نزدیکه، یکی از مهمترین منابع تامین هیدروژن تو دنیا باز گاز طبیعیه و اینم باز ما چون داریم مخازنشو میتونیم اونم سرمایه‌گذاری بهتری بکنیم و با نفت هم حتی مشارکتای داشتیم که بتونیم اصطلاحاً هیدروژن خاکستری که از گاز طبیعی استخراج میشه هم ایجاد بکنیم. یه مشکلی که سوخت هیدروژن داره اینه که خیلی باید تو دمای پایینی، فکر کنم تو منفی 200 درجه سانتیگراد باید ذخیره بشه. بله. و توی فشار خیلی بالا. بله. اینو سیفتی و ذخیره سازی بسیار مشکلی داره. واقعیتش ما به عنوان ایبکو خیلی اونور نرفتیم، داریم با نفت و وزارت نیرو تو این دو هر دو تا حوزه همکاری میکنیم که اونها این مسئولیت رو قبول کنن، چون تامین انرژی به عهده این دو تا بزرگواره. ما بیشتر روی از بعد از اینکه از مخزن آزاد شد و روی موتور چه اتفاقی میفته داریم کار میکنیم. اون قطعا صورت مسئله است، سیفتی هیدروژن قطعا صورت مسئله است، ولی نزدیکی خیلی زیادی هیدروژن با سوخت گاز طبیعی داره که ما زیرساختاشو داریم. یکی از موارد صادرات گاز طبیعی بهتر از من میدونه ال ان جی، گاز طبیعی مایع شده است. اون دقیقاً مکانیزم هیدروژن هم همون مکانیزم، یعنی اون زیرساخت ایجاد بشه ما همون رو میتونیم برای هیدروژن هم استفاده بکنیم. به هر حال سوخت کم کربن، میزان CO2 صفر خواهد شد و اون چیزی که به هر حال برای پدیده گرمش زمین چالش اصلی همه خودروسازا الان CO2 است. اگه ما بتونیم اینو بیاریم توی تصویر خب خیلی میتونه کمک کنه به کاهش CO2. آقای رجب‌علی، یه توضیح در مورد استراتژیتون در مورد خودروهای هیبریدی میدین؟ واقعیتش اینه که ما تو تحقیقاتی که کردیم، الگوبرداری که کردیم، توی جامعه خودرو عبور دادیم و ارزیابی کردیم، به این نتیجه رسیدیم توی فرآیند هیبرید، این دالان هیبریدی که وجود داره از خودروی احتراقی تا خودروی تمام برقی، ما دو سر طیف میتونیم به عنوان ایران قرار بگیریم. این سر طیف خودروی مایلد هیبریده، یک جنراتور کوچیک نصب میشه روی موتور، سیستم اکسسوری موتور تغییر میکنه، تمام شتاب گیری ها توسط این انجام میشه، فان تو درایو خوبی میتونه بده چون پاسخ خودروی مثل موتور برقی خیلی سریعتر از موتور احتراقی به دیمند راننده. از لحاظ پایه الکتریکار 48 ولت خیلی پیچیده نمیکنه مسئله رو، بحث سیفتیش خیلی ساده تره چون برای بدن خطر نداره و ریجنریتر هم قابلیتشو داره و میتونه یه مقدار از بحث ترمز هم به صورت ریجنراتیو برگردونه تو باتری استفاده کنه. پلتفرم برقی خودو 48 نمیشه، فقط یه مدار 48 برای این هست و یه مبدلی که 48 رو تبدیل به 12 میکنه. این چیزیه که الان رو موتور ایفسن پلاس ما که به زودی تو تولید میاد اعمال شده، کار توسعهش داره میره جلو و ان شاء الله بتونیم تا آخر سال به عنوان یک نمونه نیمه صنعتی آمادهش کنیم، اولی سال بعد وارد فاز صنعتی بشه. یه توضیح بدید قدرتش چقدر شده؟ ببینید قدرت موتور تغییری نکرده چون موتور احتراقی همونه،
ولی اتفاقی که میفته ما تو مصرف با شبیه‌سازی که الان داریم، موتور تست شده ولی رو خودرو تست نشده، سطح بی اس اف سی موتور چک کردیم رو نقطه شتابگیری، تقریبا تو سیکل NEDC بین 8 تا 9 درصد تو شبیه‌سازی ما نشون میده کاهش مصرف داشته. تو مقالات خب بیشترم اعلام میکنن 12 تا 16 درصد، ولی خیلی مهمه که موتور پایه چقدر موتور ضعیفی باشه، چقدر کالیبراسیون ضعیفی داشته باشه. این موتور چون خودش یه لایه بهینه شده است، بیشتر از 8 درصد ما ندیدیم. تو درایوبیلیتی هم خب قدرت خوبی میده، شتابش میکنم تغییر میکنه دیگه، شتابش تغییر میکنه تو فان تو درایو. حتی بعضی تیون کارا برای اینکه بیان موتور رو تقویت کنن میان از این مکانیزم استفاده میکنن، میتونه تو شتاب گشتاور زودتر وارد مدار، مدار الکتریکی ریسپانس بهتری از موتور احتراقی به گشتاور داره. دقیقاً این حدود 60 نیوتن متر گشتاور میتونه بده توی پیک لحظه‌ای. البته اون 60 نیوتن متر خب اضافه بشه به عدد گشتاور موتور، به صورت لحظه‌ای بسیار عدد مناسبیه. خب این که زیاد نمیشه گفت خودرو هیبریدیه، بنا اصلیتون چیه؟ حداقل هیبریده. دقیقاً میشه گفت هیبرید چون تو کاتگوری هیبرید قرار میگیره، ولی اثر مصرف سوختی عدد خیلی قابل توجهی نیست، زمان خیلی کوتاهی تو توسعه داره. هدف اصلی ما یه هیبرید سری رنج اکستندر اصطلاحاً افزایش پیما میگن، که ما تو این اومدیم کاری که انجام دادیم اینی که این فاصله یک خودرو برقی رو شما فرض کنید، عمدتاً مشکل باتری همین میدونید، قیمت لیتیوم همینجوری داره میره بالا و مشکل ایجاد کرده، دیمند بازار رفته بالا، منابع لیتیوم محدوده. ما به همین دلیل اومدیم با یه باتری 2 کیلووات ساعت، پلتفرم 410 ولت ولی باتری 2 کیلووات ساعت، این کار رو انجام میدیم و یک موتور احتراقی 3 استوانه 1 لیتر با دور ثابت که فناوری پیچیده هم نمیخواد، چون میدونی موتور اگه دور 75 اسپیه میدونی، چون فناوری پیچیده اینه، همه فناوری برای اینکه وی اس اف سی نقاط دیگه رو بهتر کنه، اگر دور ثابت کار کنه این فناوری خیلی کمکی به موتور نمیکنه، موتور هم ساده میشه. و این موتور دور ثابت فقط وظیفه شارژ باتری رو خواهد داشت، اصلا وارد فضای احتراق یعنی به چرخ بس نیست. و اگر یه روزی زیر ساخت باتری ایجاد بشه، پلتفرم اجازه بده، ما موتور رو برمی‌داریم جاش باتری اضافه می‌کنیم، خودرو برقی، موتور برقی به چرخ بسته، موتور برقی حدود 90 کیلووات قدرتش و 220 نیوتن متر که دور 6000 آر پی ام، همین 220 نیوتن متر. یعنی در واقع شما رفتین سراغ هیبریدهای سری، درست میگم؟ سری، دقیقاً سری. بعد چرا اون وقت هیبرید موازی نه؟ ببینید ما اثر بخشی رو اگه بخوایم ببینیم و بخوایم اثر بخشی داشته باشیم، بیشتر ترجیح دادیم اون ور وایسیم، و الانم ترند داره به سمت سری میره. شما اگه نیسان نوت و تعداد فروشش رو مقایسه کنید، سال گذشته از پریوس بیشتر فروخت تو بازار ژاپن که مهد هیبریده یه جوری، این نشون میده اون ترنده بیشتره، چون برقیه نزدیکتر شده و رفتن هم موازی شروع کردن ما رو به عقب میندازه، چون ما به هر زمان تو زم داریم. ما به اون سمت حرکت کردیم، چرا به سمت برقی کامل نرفتیم؟ واقعیتش دلیلش اینه که زیر ساخت نیست. ما الان خودرو برقی بدیم، اسکای شارژ، همه اینا مشکلات، خب تامین برق مشکل داره. و این خودرو ما ورژن اولی که اصلا کار کرده بودیم، واقعیت 14 کیلووات ساعت باتری گذاشته بودیم و یک پلاگین گذاشته بودیم که بتونه 110 کیلومتر به صورت کاملا برقی بره، داخل شهر کاملا برقی بره، خارج شهر هم بتونه پیمایش 1000 کیلومتری با مخزن بنزینش داشته باشه. که بعدم به این نتیجه رسیدیم حتی اون 100 کیلومتر داخل شهرش هم زیر ساختش نیست و باتری رو کوچیک کردیم که هم قیمت مناسب تری بشه، هم بحث سیفتی و بحث اصطلاح پلتفرم و جانمایی باتری اینا ساده تر بشه و هم محصول زودتر به بازار برسه. خب در مورد محصول سری صحبت کنیم که موتور 75 اسبی و به عنوان جنراتور دارین استفاده میکنین برای موتور برقی، اگر اون بنزینش تموم بشه باش چقدر میتونه راه بره با یه بار؟ ببینید ما میگم دو حالت داریم رو این کار میکنیم، یه حالت 14 کیلووات ساعت داره، حدود روی دینا حدود 100 کیلومتر میتونه پیمایش با سیکل NEDC ترافیک، خب میتونه اینو کم یا زیادش بکنه، بیرون شهر یه ذره بیشتر، داخل شهر کم کمتر، قطعا حدود 100 کیلومتر میتونه پیمایش کامل الکتریکال داشته باشه. و یه مدل که داره قابلیت شارژ شبکه نداره، اصلاً پلاگین نیست و اون حدود 2 کیلووات ساعت داره و اون عملاً حدود 15 کیلومتر میتونه کامل برق بره و بلا فاصله رنج اکستندرش باید روشن بشه.